درود دوستان عزیز، ارسلان هستم، کانال شن یوکی. همونجور که بهتون قول دادم سه تا روش شراب سیب براتون در نظر گرفتم که دو تاشو گذاشتم، یه دونه توسط همین دستگاه آب میوه گیری بود و کیفش هست، اون یکی هم بدون دستگاه آب میوه گیری برای اینکه کسایی که دستگاه آب میوه گیری ندارن. و سومین روش این روشه که یه خورده متفاوت فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چون به جای مخمر ما میخوایم از عرق درصد بالا یا ودکا درصد بالا استفاده کنیم، یعنی به این مخمر نمیزنیم و همون عرق یا ودکا درصد بالا رو بهش میزنیم، هم درصد شرابت خیلی میره بالا، هم کار مخمر رو برات انجام میده. ولی خب دیگه شاید نتونیم اسمشو شراب بذاریم. چرا؟ چون که ترکیب عرق و شرابه. این برای کسایی خوبه که با درصد بالا حال میکنن و اینکه دوست دارن این ترکیبو و یه شراب خوبم اتفاقا ازش در میاد، میتونید امتحان کنید. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم ازتون خواهش میکنم کانال خودتون شان یوکی رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید، یه لایک، کامنت هم حتما باید با رمز عبور باشه که در تایمی که ایب خدمتت عرض میکنم. بزن بریم که مولا آقام زکریا منتظرمونه. درود گلای تو خونه، عرق خورای نمونه. چون دو سری شراب سیب گذاشتم، این سری سومه دیگه خلاصه اینو میگم سرتون رو زیاد درد نمیارم. برای این کار به هیچ چیزی ما نیاز نداریم جز سیب و اون عرق درصد بالایی که عرض کردم خدمتون. سیب هم که بارها بهتون گفتم هر چقدر شیرین باشه آبدار باشه بهتره. از سیبای گلاب هم میتونی استفاده کنید، سیبایی که کپکیه نمیدونم لکه داره اونا رو استفاده نکنید. و این که هسته سیب رو بگیرید حتما، به این صورت اونا رو قاچ کنید، دو موچوب و ایناشو هم بگیرید. این روش برای اون روشی هم که بدون دستگاه آب میوه گیری انجام دادیم هم میتونید انجام بدید و همون جایی که ما بهش مخمر زدیم به جاش این عرق درصد بالا رو بهش بزنید. خیلی تند و سریع آب سیبا رو میگیرید، سرعتتون رو میبرید بالا. اگه رنگ شفافی میخواد، یعنی میخواد شرابتون رنگ شفافی بشه، و یه نوید به شما بدم، این عرق رو که به شرابمون اضافه میکنیم بد جور خیلی خیلی به طور شگفت انگیز این شراب رو شفاف میکنه. در جلوتر خواهید دید اصلا یه چیز بی نظیره، انگار زلال کننده به اجزدی. خیلی این ترکیب شراب و عرق با هم میکس میشه و یه رنگ خیلی شفاف و باحال به شرابت میده. سیبا رو هم قبلش بشورید، بذارید خشک بشه، نظافت رو رعایت کنید، تمام چیزها رو استریل کنید. بهترین راه استریل کردن آب جوشه. ظرفی رو که برای این کار انتخاب میکنید اگه شیشه باشه خیلی عالیه، اگه هم ندارید میتونید از دبه استفاده کنید. و میزان و مقداری هم که پر میکنید، من همیشه میگم که دو سوم بیشتر، حالا یه ذره وقتی قفل هوا میزنید میتونید از دو سوم هم یه ذره بیشتر ظرفتو پر کنی، ولی یک سوم خالی بودن ظرفت زمانی که قفل هوا نمیزنی حتما رعایت کن. چرا؟ چون که میترکه دبت یا حالا شیشت. من به این شراب سیب هیچ گونه شیرینی، شکر، نبات، عسلی نمیزنم، ولی شما اگه دوست دارید درصدتون باز بالاتر بره میتونید بزنید. هرچند این عرق درصد بالا استفاده میکنید خودش خیلی درصد شرابتون میبره بالا، ولی اگه دوست داشتی میتونی این شکر رو هم همون روز اول میتونی بزنی. همین که نه، بذاری یه چند روز از تخمیر بگذره، حدودا تقریبا یک هفته اینا بگذره، هم باز میتونی اون موقع هم اضافه کنی. میزان مقداری هم که شکر اضافه میکنیم بستگی به خودت داره که چقدر الکل بخوای، ولی معمولا حالا رنجش رو بهتون بگم، شما برای 5 کیلو سیب میتونید آب سیب 5 کیلو آب سیب میتونید نیم کیلو الی 1 کیلو شکر استفاده کنید، ولی شکر به نظر من نزنید. اگه هم خواستید بزنید بهش عسل بزنید. اگه هم سیبا رو آبش نگرفتی، مثل همون روشی که بدون آب خواستی شراب بندازی، میتونی به ازای 10 کیلو سیب نیم الی 1 کیلو شکر بزنی. حالا به چند تا این سوالا که شاید تو ذهنت باشه جواب بدم، هرچند تو کیوهای قبلی هم گفتم ولی اینجا هم بهتون بگم، اگه سیب و بشوری خیلی بهتره، اگه هسته سیب رو در بیاری اونو قاش کنی به این صورت بهتره. چرا؟ چون که داخل این هسته سیب روغنی هست و اون ضرر داره، طعم شراب تو یه ذره خیلی بگی نگی کم
خراب میکنه و یه ضرر کوچولو بهت وارد میکنه. بالفعل میخوای 200 سال عمر کنی 189 دهم عمر میکنی. اگه بتونی از سیبای محلی، سیبای گلاب که عطر و بوی خاصی دارن استفاده کنی، به همون مقدار تو عطر و بوی شراب تاثیر میذاره و این تاثیر خیلی نیست که فکر کنی الان شراب سیبی رو که با سیب گلاب بندازی بوی گلاب بده. نه، اونجوری نیست و یک کوچولو فرق میکنه، بهتر میشه طعمش. این که هر کیلو سیب چقدر بهت آب میده باز بستگی به این داره سیب چقدر آبدار باشه و این معمولا نصف میزان وزن بهت آب میده. بالفرض اگه 10 کیلو سیب داری همون 5 لیتر رو بهت آب سیب میده. سیب رو میتونی با دو تا میوه دیگه هم ترکیب کنی و اونا شرابش عالی میشه که بعدن کیپشون میذارم. دو تا میوه مثل گلابی و هلو میتونید یک سوم، هر چقدر سیب داری یک سوم، حتی یک دوم هم اگه بخوای بزنی میتونی این کارو بکنی، یک دوم یا یک سوم گلابی یا هلو بزنی. این ترکیب گلابی، هلو و سیب عالی میشه. حالا هر کدومو حال کردی، میتونی اصلا ستا رو هم با هم بزنی، میتونی سیب و گلابی بزنی، سیب و هلو بزنی، یا سیب و گلابی و هلو بزنی. میزان مقدار سیب دو برابر یا سه برابر گلابی و هلوت باشه. اینو که عرض کردم خدمتتون، هر چقدر سرعت تو ببری بالاتر رنگ شراب سیبت شفافتر میشه. نگاه کنید اینی که داخل لیوان مونده به این صورت تیره، اینی که تازه گرفتم اینقدر روشنه. اگر رنگ شراب میخوای پس باید سرعتتو ببری بالا و سریع اونا رو آبشو بگیری. چرا؟ چون که اگر این کار رو نکنی با هوا، همونجور که میدونی سیب تغییر رنگ میده یا آب سیب بعد تیره میشه. بعد از اینکه کل آب سیبو گرفتی، حالا نوبت اینه که اونو اگه شیرین سنج یا هیدرومت داری شیرینیشو بسنجی و طبق اون میزان الکلی رو که لازم داری به شکر یا اون شیرین کننده هایی که عرض کردم خدمتت بزنی. اگه هم نداری همون چیزی رو که عرض کردم خدمتت مثل اون میتونی پیش بری. و اما بریم سراغ اضافه کردن عرق یا ودکای درصد بالایی رو که عرض کردم خدمتون. این باید درصدش بالا باشه، یعنی حداقل 60 به بالا، ولی باز من 60 رو پیشنهاد نمیدم، برو بالاتر، یعنی 70-75 باشه عالیه. حدود 300 سیسی من آماده کردم برای این تقریبا 3 لیتر شرابیو که دارم، یعنی 1/10 شرابیو که داری شما میتونی بهش عرق یا ودکای درصد بالا بزنید. حالا این عرق هم فرقی نمیکنه چی باشه، کشمش باشه، خرما باشه، یا اینکه حالا چیزای دیگه. ولی خب به نظر من، خودم شخصا امتحان کردم، طعم خرما یک ذره خیلی کم، عرق خرما با سیب بهتر و خوشمزه تر میشه، یک کوچولو البته. بازم میگم هیچ فرقی نمیکنه، هر کدومو دوست داشتید میتونید بزنید. پس چی شد؟ پس 1/10 میزان شرابی که دارید میتونید از این عرق بزنید. من 3 لیتر شراب داشتم و 300 سی سی از این عرق کشمشمو دارم بهش میزنم. درصد هم بزنم براتون ببینید که درصد عرق کشمش من چقدره. نگاه کنید، حدود 68-69% الکل عرق منه. خب این عالیه، فوق‌العاده است. این درصد عالیه. نه نمیدونم شما میبینید یا نه، فکر کنم زیاد واضح نباشه. خب عرق رو به آب سیبم اضافه میکنم. یه نکته خیلی مهم رو عرض کنم خدمتون، چون ما به این مخمر نمیزنیم و فقط این عرق درصد بالا رو میزنیم به جای مخمر، پس یه نکته رو خیلی خوب گوش کنید. این زود تخمیر صورت نمیگیره و حداقل باید 4-5 روز بهش وقت بدی. بعد از 4-5 روز قفل عواد شروع به کار کردن میکنه. پس به این نکته مهم گوش کنید. این نیست همون روز اول یا روز دوم قفل عواد شروع به کار کنه و تخمیر صورت بگیره. بعد از 4-5 روز تخمیر صورت میگیره. اگه بیشتر از 5 روز طول کشید و تخمیر صورت نگرفت، باید بهش مخمر بزنی. حالا یا عرق درصدش بالا نبوده یا اینکه یه مشکل پیش اومده تخمیر صورت نگرفته، مخمر رو هم حتما برو مخمر طبیعی بزن که خودم درست کردم، لینکش هم بالای همین تصویر و توضیحات برات میذارم. مخمر نان و اینا نزن که اصلا به درد نمیخوره، یعنی دور بریز اونو، کاری هم نداره. میتونی
کشمش و انگور و اینا رو ازش مخمر طبیعی درست کنیم. حالا بعضی از شما دوستان سوال پرسیدن که اگه این مخمر رو طبیعی رو درست نکنیم و مستقیم بهش کشمش بزنیم میشه؟ آره میتونید، هم مقدار مثلا حدود اگه همین 3 لیتر آب سیبی رو که دارید مثل مال من، میتونید تقریبا 100 گرم 150 گرم کشمش بهش بزنید و این حکم مخمر رو براتون داره. کشمش رو نشورید، فقط باید کشمش نشسته بزنید، یه کشمش تمیز بدون چوب پیدا کنید بزنید. خب قفل هوا رو هم میذارم و شروع میکنم به شکی شکی کردن. قفل هوا رو هم همونجور که همیشه بهتون میگم زیاد پر نکنید. اگه قفل هوا هم ندارید باز یه دونه لینک دارم که چجوری قفل هوا تو خونه درست کنید، بالا همین تصویر میذارم. در 3 سوت قفل هوا درست کن. اینو میذارم دمای بین 25 الی 30 درجه و به مدت 4 هفته، حالا 3 الی 4 هفته تقریبا میذارم بمونه. تو این 3-4 هفته هم هر 2-3 روز یه بار، 2 روز یه بار اینو شکی شکی میکنم. این شکی شکی قفل هوا رو باز نکنی، هر روزم انجام بدی، هر روزم بزنی، هیچ طوری نیست و هیچ ایرادی نداره. خب دوستان عزیز نگاه کنید، الان تقریبا 4 هفته داره میگذره، ببینید چقدر شفاف شده. این همین شراب سیبیه که بهش عرق کشمش درصد بالا زدیم. شفافیت رو نگاه کنید، عشق کنید، رنگ رو نگاه کنید چقدر عسلی و خوبه و حال میکنید. اینم اون یکی شراب سیبیه که بهش عرق نزدیم و همچنان در حال تخمیره، ولی خب هنوز زلال هم نشده این، ولی بازم بشه مثل اون نمیشه. اون که عرق بهش میزنی اصلا یه چیز دیگه است، به خاطر وجود عرق اینقدر اینو شفاف میکنه و اینقدر اینو باحال میکنه. خب این قسمت یک بود، در همینجا به پایان میرسونم. تو قسمت دوم بهتون میگم که چیکار کنید، چجوری سیفون کنید اینو و تمدارش کنید، گازدارش کنید و چیزهای دیگه. حتما قسمت دومو ببینید. و اما رمز کلیپو میذارم با مرام. چرا؟ چون که با مرام مثل شما فالووراتو تو عمرم ندیدم، عاشقتونم، دوستتون دارم. از همین راه دور یه ماچ آبدار براتون میفرستم. هر کامنتی رو میخوای برای من بفرستی با مرامو بنویس. با مرام خطاب به خودتونه نه من، و کامنت تو ارسال کن. اگه با این کلیپ هم حال کردی اونو لایکش کن تا منم از مولا آقا زکریا بخوام که همیشه یار و نگهدارت باشه و هیچ وقت غم نبینی. مرام و معرفت و مردانگی و ادب و هم همیشه سرلوحه زندگیت قرار بده. شک نکن، موفق و پیروزی کوچیک شما. ارسلان.